امروز پس از شب میکنم و کسی نیست که پرسان کنم. تاریخ 5000 سال دارم، چی کنم بخورمش؟ دیگه اینا خانواده بودن که بسیار متع خانواده خوب بودن اگه تخمین. اما بسیار حکومت دوست داشتیم. چرا اونها را نخواستن که در افغانستان بیارن خاک خود بیارن در ایجه دفنشان کنن؟ این ملت به خون نشاندن، 40 سال است در خون شنا میکنیم، حیثیت ها برباد شد. وارا ناوردن در ایجه؟ باور کنه افتا و سوزان بود، زحمت خداوند حبر سفید در بالا سر ما اینمی جامد. ولی از خدا مسلمان هستی؟ یعنی اگه مسلمان هستی خود رحیم. سلام هموطنای عزیز، خسته نباشید، وقتتان بخیر، با امید که جور صحت مند باشید. سبا اون سحر هستم، شما بیننده یوتیوب کانال ساحل میدیا هستید. قسمی که در تصاویر مشاهده میکنین، ما آمده امروز به مسجد عیدگاه شهر کابل. قرار است در این مسجد فاتحه خوانی پسر بابای ملت گرفته شود. این که اثر مرگ زی چی بود و چی باعث شد در چند سالگی فوت کرد، میخواییم از اقارب و از اقوامش بپرسیم، معلومات بیشتر بر شما تقدیم کنیم. شما تا آخر گزارش همراه باشید. سلام علیکم، وقتتان بخیر. خوش آمدید برادر عزیز، خوب هستین؟ صفا آوردین، بخیر باشین. بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر، موفق باشین. درباره فوت پسر بابای ملت بر ما یادآور شوید. ولی صاحب امشا جان به سن 98 سالگی خارج از وطن در مهاجرت در امریکا زندگی میکرد. یک مریضی سرطان داشت که از طریق مریضی بسیار تهدید میشد. دیگه جان بخش سپرد، خداوند جنت فردوس نصیب کنه. یک شخصیت مدبر، یک شخص سیاسی، یک انسان علیم، یک انسان پاک، با وقار. خوی خصلت پدر خود بابا زرشاه رو داشت، خداوند جنت نصیبش کنه. امروز که ما نیست دیگه، امروز فاتحه‌اش بود در مسجد عیدگاه. هموطنان ما از هر اقوام اینجا به فاتحه آمده بودن، خدا خیرشان بده. بخیر باشین. چرا اونها را نخواستن که در افغانستان بیاره در خاک خود بیاره در ایجه دفنشان کنن؟ والا درست که مشکلات ها زیاد است. من دیگه از وطن که دور شدی از هر چیز دور میشی دیگه. مشکلات ها هست که دیگه خداوند ببخشش، نصیب انسان هر جایی که باشه در سرزمین دفن داشت. الهی آمین، خداوند اونا را جنت فردوس نصیبشان کند. اگر بعضی سر بزنیم، یادآور شویم از حکومت سرپرست امارات اسلامی که از فاتحه های امروز اشتراک کرده بودن یا خیر؟ متاسفانه نه، ما بسیار حکومت دوست داشتیم، از یا بسیار ما در فکر ازی بودیم که اینا امروی ما با غم ما شریک میشن. متاسفانه از اراکین امارات اسلامی، از وزیر آمو اینا کس تشریف ناورده، چون یک کسی که پدرش 40 سال در سرزمین مثل یک عسکر، مثل یک انضباط حکومت میکنه، مردم در آغوش خود کلان میکنه، تربیه میکنه. امروز تمام پانتینایی که در سطح افغانستان است، تمام دانشمندا اثر منصبدار شروع شد تا وزیر، کل زمکتب بابا در سانه، تمام مکاتبی که در افغانستان تاداب گذاری شده از برکت ظاهر بابا است، از برکت اعلیحضرت نادرخان پدرش. موازه 500 جریب زمین پانتون کابل ملکیت شخصی اعلیحضرت ظاهر خان بابا بود که برای افتتاح پانتون هم کرد. اینا تاداب علم و تعلیم تربیه را در سرزمین ما افغانستان اعلیحضرت بابا ظاهر شاه مانده. امروز پس از شب میکنه و کسی نیست که پرسان کنه. ما از حکومت خود بسیار گله داریم، ما بسیار امیدا داشتیم. ما به این سرزمین خیانت نکردیم، ما خدمت کردیم. شما ببینید امی تمام اسکلت بندی افغانستانه، اثر عربی 16، اکادمی پلیس، عربی پانتون، پانتون کابل،
لیسای نسوان، مکتب ابتدایه، تمام ساختار، تمام فابریکای صنعتی که در افغانستان است، بندای برقی که در افغانستان جور شده، سرکایی که جور شده، تونلایی که جور شده، کلش خدمات زرشا بابا است. 40 سال زرخان بابا کار کرد، مگه ما بعد از 40 سال سقوط حکومتش، ما 40 سال است که خراب کرده میریم، هنوز هم خراب نمیشه. نمیشه. یعنی بسیار زحمت کشیده بود، بسیار یک شخصیت مسلمان بود، وطن خود را دوست داشت. باور کنید که چهار دیگر میشه زرخان بابا دمی هر برش یک قفسش میشد، یک خلطگک دادستش بود، میرفت در شهر در پانچاک، میرفت از هر دوکان ها سودا میگرفت، یک سماواتک به چای میخورد. عسکرایی که انضباطاش بود رو میگفت 100 متر از ما دور باشین، به خاطر که باز مردم از ما دور میگرزه. این در بین مردم خود بود. یعنی باور کنین روزی که اول اسد بابای ملت فاو کرد، اول اسد باور کنین افتاد و سوزان بود، رحمت خداوند حبر سفید در بالا سر ما اینمی جامد، اینمی حبر تا سر ادیره را روان بود، چک چک رحمت خداوند بالاش میشد. یک پادشاه عادل بود، قتل نکرده بود. باور کنین که 18 نفر در حکومتش اعدام، حکم اعدام شده بود. استر محکمه وزیر دربار دوسیه در بغلش بود، برای ظاهر خان بابا می آورد که امیره شاه صاحب امضا کن که اینا حکم اعدام شده. میگه یک دو سه روز من سفر دارم، صبر کنین تا وقتی که از این وطن هم رفت کس اعدام نکرد. یعنی میگه انسان خداوند پیدا کرده، ما چطور با خود اجازه بدم میگیره بگوشه. مثال اگر انسان دلسوز بود، یک تاریخ طلایی داشتیم در افغانستان، یک نام نشان داشتیم، امروز به سطح بین الملل، به سطح دنیا ما را هیچ نمیشناسند. میگه شما را ما نمیشناسیم افغانا را. چی است که ما از لحاظ سیاسی، از لحاظ دیپلماتی بسیار ضعیف هستیم و این خدمات را که افغانستان کرده سه قدرت جهان هم ما دندانهایشان دادانشان داخل کردیم، اگر از انگلیس هست، اگر روس هست، اگر امریکا هست. امروز دنیا باید ما را به رسمیت بشناسه و متاسفانه ما را کس نمیشناسه. خب باز ما صبر میکنیم، ما از الله پاک کمک میخواییم که باز وطن ما جور شد و یک رابط بین المللی داشته باشه تمام کشورهای دنیا انشاءالله. طلایی صاحب بخیر سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان، معلومات بیشتر هم رای بیننده ما شریک ساختین. پیام آخرتان هم میشنویم. پیام آخر ما افغانستانی است که ما خو وقت ما پوره شده، سن سال ما زیاد شده و شما جوانان تقاضا کنید در قسمت اول باید درس، درس بسیار مهم است. ده دنیا کلی خزانه کس قلم است. قلم که داشتی تو از را از امود میتونی پول بدست بیاری، میتونی رئیس شوی، وزیر شوی، پاچا شوی. بسیار مهم است علم بر ما. علم که داشتیم هر چیز داریم. اگه علم نداشتیم این امود تو وطن ما ببینی که پنج سال بعد یک حکومت سمارق و سبز میکنه، میایه که نه پدر مادرش میشنه کی از میشه تو حکومت میکنه، باز زی میره باز دیگهش میره. این همی حالت روان است. از وقت دادن شما بسیار زیاد تشکری میکنم. شما جوانا خداوند شما را از سر ما کم نکنه. می شما سن که سرزمین نگاه میکنین کامیاب موفق باشین، چیز خدمت به توانایی ما باشه در خدمتتون. بخیر باشین، موفق باشین طلایی صاحب. بسیار زیاد تشکر از وقت دادنتون. خدا حفظتون. بخیر سلامت باشین. سلام جور بخیر. خواجه صاحب خسته نباشین، وقتتان بخیر. به عزت باشی، تشکر. خواجه زین لابدین اخراری هستم، یکی از کسانانی که مدت با فامیل آلازز دارشاد در ارک خدمت کردیم و با خانواده از اینا، با شخصیت های از اینا، با همشان شناخت کامل دارم و شما تشکر که اینجا آمده تشریف آوردید. بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر از شما هم که حاضر شدین، حداقل همراه ما یک چند دقیقه صحبت داشته باشین. درباره فوت پسر بابای ملت اگر بر شما یادآور شوین، علت مرگشان به هموطنان ما شریک بسازین. در سن چند سالگی فوت کرد؟ شاید صاحب آمشا جان خدا مغفرت کند، تقریبا سنش به 90 بیشتر بود و در حیات آل حضرت زایشا به حیث ولیعت در بین خانواده سلطنتی انتخاب شده بود و به همو لقب پیش دوستا و خانواده و
با اکثر ملت افغانستان به اساس ولیعهد بودنش معرفی بود، یک آدم بسیار صادق، خدمتگار، یک آدم بسیار فعال و در دوره سلطنت پدرش و بعد از او که بر سال 1381 از روم به کابل آمدند در 2002 اینا بسیار فعالیت ها کردند، در کنار پدرشان بودند، با وحدت ملت افغانستان زیاد تایید میکردند، با اقوام، با بزرگ افغانستان هم دیدار داشتند، همه خدمت هایی که شایسته ملت افغانستان می بود اینا تلاش میکردند که امور انجام بدن. فعلا دیگه جایشان خالی است، خدا مغفرتشان کنه. در هفته شروع در امریکا وفات کردند و موجه به خاک سپرده شد. چرا انتقال ندادن به افغانستان جنازه زواره؟ چون از این خاک بود، از افغانستان بود، خانوادهشان در اینجا دفن هستن. چی باعث شد که واره ناوردن در اینجا؟ علتش همی دوری راست دیگه، کدام مزاحمت از این طرف نبوده و دوری را همی باعث شد که اموج دفن شو. بیایم از این هم بپرسیم، از خودتان، شما هم امروز این فاتحه قرار دارین، از حکومت فعلی سرپرست امارات اسلامی که از فاتحه ها اشتراک کرده بودن یا خیر؟ بله اشتراک کردم و به طور بسیار علنی اعلان هم اینجا نشده بود که از طریق تلویزیون، از طریق رسانه ها یه چیزا داجه کسانانی که اطلاع داشتن، خبر داشتن از امارت اسلامی، از شخصیت های ملی افغانستان، از بزرگ های اقوام، از همه طرف اینجا تشریف آوردن، در فاتحه اشتراک کردن. پیام آخرتان به هموطن ما، به بیننده؟ پیام ما با وحدت ملت افغانستان می خواهیم و می پیام میتم که ما همه یک ملت هستیم، در زیر چادر یک نظام جمع شدیم، کشور خدا بسازیم، بجز که خود ما کشور خدا بسازیم، کسی دیگه کشور ما را، وطن ما را، خاک ما را به ما نمی سازد. حاجی صاحب سلامونه، ستړی مشی، وخت مو په خیر. کانوم مولیدون کو ته وخت لای با عزت او سید مانوم محمد آصف وردک دی، د ژورنالیزم یو شاګرد، یو خدمتگار. وردک صاحب بسیار زیات تشکر، ممنون تان، به خیر سلامت باشین. اشتراک تان در فاتحه امروز بر ما یادآور شوین. بتر است که رای حق است، کل ما میراره داریم و ما جوانی زمانه نیستم. ما تا محمودیت مده وقت آل حضرت مرحوم شروع کرده بودم در سال 1336 در رادیو افغانستان. بعد از او چی شد و چی شد و چی شد، اگر پای تکراری است تا امروز، خداوند لطف کنه، خدا هم رحم کنه، کل ما میراره داریم، بزرگوار خدا ببخشه. هست اینه میرای ماست، اینه میره میره. بخیر سلامت باشین. درباره مرگشان آگاهی داشتین؟ شما از مرگشان خبر هستین که از علت چی اینها فوت کردن؟ راست بگویم، من چون زیاد وقت از افغانستان هستم و میشناسم فامیل، سالها از امروز نه، از جوانی میشناسم، ارادت هم دارم، مگر می تو که در روزها از نزدیک بفهمم. ما هم از مطبوعات خبر شدیم که خدا ببخشه جنت فردوس جایش که چی مریضی داشتی. خب تقریبا هم سر سال ما بود دیگه، خب ما یعنی جوان نیستم، ما 80 سال هم نیشم، خب تسلیم نمیشم، برای قربان شما. بخیر باشین. پیامتان، گفتنیتان به هموطنهای ما، حداقل در باره شخصیتی که امروز متاسفانه در کنار ما شما نیست، اگر معلومات بیشتر دارین میشه همراه هموطنهای ما شریک. قربان شما. از این شخصیت ها شهید دادیم، بزرگار که افتخار تاریخ افغانستان بودن و این نظام خداوند است، نسل میایه و نسل میره. ما 30-40 سال در شرایط بد استیم که لعنتی استعمار زمان سرخ و سیاه این ملت به خون نشاندن، 40 سال است در خون شنا میکنیم، حیثیت ها برباد شد. من نشه خدمتگار، یک سفید، یک بیچاره بر ملت نجیب و قهرمان و مجاهد من و ایسی یک افغان مسلمان حضور میکنم که فریب دشمن نخوره، ایجاد تلستان و پاکستان یاربانن در صف واحد، در حلقی واحد، یک دیگه خود بازو بتیم که از این تراجیدی خود بکشیم و این مربوط ماست.
دشمن نمیماند و چهرهای مختلف تخریبت میکنه و آلا میکنه. هیچ وقت اگر کسی بگه که پاکستان دوست افغانستان میشه و آرام میماند، من به جرأت میگم که او معلومات نداره، از تاریخ خود و از تاریخ چتلستان خبر نداره. ما باید در خود بیاییم که ما چی میکنیم و گناه از خود ماست. ببخشین جمله آخر میگم، وقتانه نمیگیریم. ما خود این زمانه در قرن 21 بینایستیم. اصلا خوب بیا، تو تاجیک هستی که تو پشتون هستی که تو هزاری، لحاظ خدا مسلمان هستی یا نه؟ اگه مسلمان هستی ایمان به قرآن آوردی و قرآن حکم کرده که مسلمان ها برادر هستند. ما چرا یه حلیت نداریم که برادر شویم؟ تاریخ 5000 سال داریم، چی کنم بخورمش؟ دیگه یک دست یک دام. سلامت باشید، خدا باشیتان. خواهش میکنم، شما هستیم که ما هستیم، درکتان میکنیم. بخیر، سلامت باشید. بسیار زیاد تشکر. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. میشه اسمتون رو به هماتنه ما بگیریم؟ اسم حسین مسلم سادات، باشنده ولایت کابل هستم. دیگه فعلا به خاطر مراسم فاتحه خوانی مرحوم احمد شاه جان، فرزند بزرگ اعلی حضرت مرحوم محمد ظاهر شاه، دیگه ما جدید با آمده ایم. بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر. شما بر ما یادآور شوین، حداقل در وقت و در زمانهای گذشته در دوران آنها امرایشان رفت آمد داشتین نداشتین؟ ما در وقت زمان گرچند که سنن خرد بودیم، خب باز هم امرای پسرشان مصطفی جان ظاهر تو سلام علیک و رفت آمد داریم. دیگه اینا خانواده‌ای بودن که بسیار هم یک خانواده خوب بودن، تخمین بالاتر از 40 سال در افغانستان سلطنت کردند و مردم افغانستان را به طور مسئول و با امنیت اما تو با لبهای پرخنده در طول زمان خدمت خود اینا نگاه داشتن. به نظر خودتان فاتحه خانیش چگونه سپری شد؟ هموطنای ما زیاد آمده بودن، کم آمده بودن؟ از شخصیت ها بر ما یادآور شوین که ها را دیدین در این فاتحه خانی. در فاتحه خانی والا شخصیت های اراکین بلند به دولتی چی فعلا از مردم های امارت اسلامی افغانستان هستند و چی از مردم های بسلا سابق، کسایی که در افغانستان بسلا در جمله اراکین بلند رتبه بودن، کار کردن، وظیفه کردن، آمدن و همه مردم به اینا احترام داشتن. دیگه به خاطر امی فاتحه خانی از این مرحوم بزرگوار فرزند ارشد محمد ظاهر شاه به در تشریف آوردن، دیگه زحمت کشیدن بسلا فاتحه دادن. بخیر باشین، پیامتان گفتنی تان داخل. والا پیام ما دیگه به مردم افغانستان در مجموع به همه گی به خود مهمی است که آخر مرحله آخر سفر ما اینم است که اینم تو بیاده رفتنی هستیم، میریم، اینم تو فاتحه ما خوانده میشه. یک وقت باید که با یک برخورد نیک و برخورد خوب با مردم خود داشته باشیم که اینم تو که در فاتحه خوانی از این مرحوم امقرار مردم آمدن تشریف آوردن، بیاده که اینم تو ما هم یک خاطری خوش داشته باشیم که مردم در فاتحه ما باز بیاین. بخیر، سلامت باشید. بسیار زیاد تشکر، قربانتان و عزت باشید. دوستای عزیز، رسیدیم به قسمت آخر برنامه امروزی ما که از فاتحه خانی پسر بابای ملت برتان داشتیم. شما صحبت های هموطنای ما را شنیدین، نظریاتشان را گرفتین، دربارهشان اکثریت هموطنای ما برتان معلومات تقدیم کرد. این بود برنامه امروزی ما. بازم تسلیت عرض به فامیلشان و به خانواده محترمشان. در برنامه بعدی که ما سبون سحر امرا به کامرمن عزیزم در خدمت شما خوب و نظر میشم، شما را به خداوند یکتا و توانا میسپارم. فراموشتان نشه ساحل میدیا را همراهتان لایک و سابسکرایب کنید.